سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. بی‌معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. 50 کلمه کاربردی در مورد وحشت، هراس و ترس. La peur, la crainte. این دو اسم مؤنث هر دو به معنی ترس، بیم و باک هستند. La peur, la crainte. دوستان فعل ترسیدن avoir peur de. Avoir peur de. Exemple. Il a peur de sa femme. Il a peur de sa femme. Il a peur de sa femme. اون از زنش میترسه. و به صورت منفی. Il n'a pas peur de sa femme. Il n'a pas peur de sa femme. Il n'a pas peur de sa femme. اون از زنش نمیترسه. حالا اگر شما به جای پ در جمله منفی که گذاشتین، اون وقت معنی فقط میده. حالا به این جمله دقت کن. Il n'a peur que de sa femme. Il n'a peur que de sa femme. Il n'a peur que de sa femme. اون فقط از زنش میترسه. خب دوستان عزیز، avoir peur que یعنی ترسیدن از اینکه. avoir peur que. و میدونید اگر شما در جمله پرنسیپال یا اصلی از این ساختار فعلی استفاده کنین، در جمله سوبوردونه یا تابعیمون باید از وجه سوبژونتیف یا التزامی استفاده کنیم. حالا این مثال دقت کن. Je peur que le film ne soit fini. J'ai peur que le film ne soit fini. J'ai peur que le film ne soit fini. J'ai peur que میترسم که فیلم تموم بشه. خب ببینید، این نوع در واقع یک نوعی هست که هیچ معنی منفی به جمله نمیده. معمولا بعد از avoir peur que استفاده میشه. نوع اکسپدیتیف بهش میگن، یعنی اختیاری، میتونه باشه میتونه نباشه، ولی هیچ معنی منفی به جمله نمیده و معمولا هم بچه ها این نوع رو میذارن. پس میترسم که فیلم تموم بشه. اتخوفینی یعنی تمام شدن. اتخوفینی. و اینجا به صورت وجه التزامی یا سوبژونتیف شما میبینید. سوا فینی. جه پر که لو فیلم سوا نو سوا فینی. میترسم که فیلم تموم بشه. حالا این مثال. Nous avons peur qu'elle ne tienne pas sa promesse. Nous avons peur qu'elle ne tienne pas sa promesse. Nous avons peur qu'elle ne tienne pas sa promesse. خب، nous avons peur que یعنی میترسیم که. Avoir peur que. Elle ne tienne pas sa promesse. بچه ها تنیر sa promesse یعنی به وعده و قول خود عمل کردن. تنیر sa promesse. حالا اینجا به صورت منفیه. میترسیم که اون به قولش عمل نکنه. Nous avons peur qu'elle ne tienne pas sa promesse.
Nous avons peur qu'elle ne tienne pas sa promesse. Tenir sa promesse, یعنی قول دادن و در واقع عمل کردن به قول بهتر معنی بشه. و اینجا به صورت سوبژونتیو هست دیگه. و منفی، عمل نکنه. Elle ne tient pas sa promesse. خب، ساختارهای دو پور دو یا دو پور که، از ترس این که، دو پور دو، دو پور که. اکسامپل، Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur d'être mordue. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur d'être mordue. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur d'être mordue. Caresser, یعنی نوازش کردن. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas. اون هرگز سگ‌هایی رو که نمی‌شناسه، سگ‌های ناشناس رو نوازش نمی‌کنه. Caresser, نوازش کردن. De peur de, از ترس اینکه être mordu, گازش بگیرند. یا گاز گرفته بشه. مردغ یعنی گاز گرفتن و اینجا به صورت مصدر اتخو مردی گاز گرفته شده و از دو پور دو استفاده کرده از ترس اینکه گاز گرفته بشه. خب اگر از دو پور دو استفاده کنید شما باید از انفینیتیف یا مصدر استفاده کنید. حالا اگر از دو پور کو استفاده کنیم چی؟ بریم مثال بعدی رو ببین. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur qu'il ne la morde. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur qu'il ne la morde. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur qu'il ne la morde. خب ساختار قبل از دو پور کو که با ساختار جمله اول مشابهه. اون هرگز سگ‌های ناشناس رو نوازش نمی‌کنه. اما این بار دوستان عزیز از دو پور کو استفاده کرده. پس ما باید بعدش ساختار التزامی یا سوبژونتیف استفاده کنیم. دو پور کیل نو لا مورد. این نو هیچ معنی نداره. گفتیم اختیاریه. از ترس اینکه اونها ایل به لشیان برمیگرده. به سگ‌ها. لا به اون خانم برمیگرده. از ترس اینکه اونها اون رو گاز بگیرند. میتونیم به این صورت هم معنی کنیم مبادا گازش بگیرن. خب پس خوب بچه ها به این ساختارها دقت کنید. به avoir peur de، به avoir peur que، به de peur de و به de peur que، چون اینا بسیار بسیار استفاده میشن هم در گفتارتون و هم در تکست های و متونی که در واقع قرار شما آزمون بدین و از شما آزمون بگیرن. پس دقت کنید یه بار دیگه. گفتیم دو پور دو و دو پور کو هر دو یه معنی میدن از ترس این که. اما دو تا تفاوت دارن. یکی در واقع در ساختاری که بعدش استفاده میکنیم. بعد از دو پور دو ما انفینیتیف یا مصدر استفاده میکنیم و بعد از دو پور کو سوبژونتیف یا وجه التزامی و به این ترتیب معنیشون رو هم در واقع عوض می‌کنیم. درسته هر دو جمله یه معنی میدن
ولی خب از دو ساختار مختلف استفاده کردیم. این دو ساختار رو هم شما باید بلد باشید. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur d'être mordue. Elle ne caresse jamais les chiens qu'elle ne connaît pas de peur qu'il ne la mordre. Mordre quelqu'un. گاز گرفتن کسی. پس اینجا هم یاد بگیرین که این ضمیر مفعولی مستقیم میگیره. به این ترتیب به لا تبدیل شده و قبل از فعل اومده. خب تا اینجا با واژه ترس و در واقع ترس و بیم و باک آشنا شدید. حالا اگر این ترس یه مقدار لولش بره بالا، یعنی در واقع ترس زیاد به وحشت و هراس تبدیل بشه، ما از اسم لاتروغ استفاده میکنیم. لاتروغ، لاتروغ، وحشت، هراس و ترس زیاد. لاتروغ. اگزامپل: اترو میوه دو تروغ. اترو میوه دو تروغ. اترو میوه دو تروغ. یعنی از ترس لال شدن. میدونید که ترس زیاد باعث میشه که در واقع انسان قدرت کلامش رو از دست بده. پس به این ترتیب از تروغ استفاده کرده، از پر استفاده نکرده. اگزامپل: j'ai eu trop peur et j'étais muet de terreur. خیلی ترسیده بودم و از ترس لال شده بودم. être muet de terreur. دوزیم اگزامپل: vivre dans la terreur. vivre dans la terreur. vivre dans la terreur یعنی در وحشت زندگی کردن، همش ترس توی وجود آدم باشه. vivre dans la terreur. خب یک فعل دیگه از خانواده ترس و وحشت یاد بگیرین. craindre، craindre، craindre یعنی ترسیدن، بیم داشتن. craindre بچه این فعل، فعل گروه سومه. craindre de faire quelque chose. craindre de faire quelque chose یعنی از انجام چیزی ترسیدن. craindre de faire quelque chose. اگزامپل: mon mari craint de prendre l'avion. mon mari craint de prendre l'avion. mon mari craint de prendre l'avion. شوهرم از هواپیما سوار شدن میترسه. craint de میترسه از prendre l'avion یعنی سوار هواپیما شدن. prendre l'avion. craindre quelque chose از چیزی ترسیدن. بچه ها اون بر avoir peur de داشتیم، یعنی از چیزی ترسیدن. شما اگر از ساختار peur استفاده کنید، حرف اضافه دو هم میخواد. و اما از craindre اگر استفاده کنیم، دیگه ما حرف اضافه نمیذاریم براش. از چیزی ترسیدن. craindre quelque chose. Exemple: ma petite sœur craint les araignées. ma petite sœur craint les araignées. ma petite sœur craint les araignées. یعنی خواهر کوچکم از عنکبوت ها میترسه. درسته که داریم میگیم از عنکبوت ها، اما شما در ساختار دو رو نمیبینید. یعنی نمیگیم مپتیت سر کن ده زغنیه که با ل ادغام بشه و به ده تبدیل بشه. این ساختار دو نداره. اما اگر من بخوام این رو با avoir peur de بگم، میگم مپتیت سر a peur de زغنیه. این دو تا جمله با هم سینونیمن. مپتیت سر a peur de زغنیه. مپتیت سر کن ل زغنیه. متوجه شدین؟ این دوتا با هم یه معنی میدن.
craindre que، ترسیدن از این که. و باز هم باید شما چون یک احساس یا سانتیمان رو داریم بیان میکنید، در جمله تابعیمون باید وجه التزامی داشته باشیم. حالا این دوتا جمله که یک معنی رو میدن، بچه ها دقت کنید، منظورم اینه که شما این نوع اختیاری رو اصلا نباید معنی کنید. گذاشتن یا نذاشتنش هیچ تفاوتی در معنی جمله ایجاد نمی کنه. خندق که، ترسیدن از این که. اگزامپل: Je crains qu'il ne vienne. Je crains qu'il ne vienne. Je crains qu'il ne vienne. می ترسم که بیاد. Je crains qu'il vienne. Je crains qu'il vienne. می ترسم که بیاد. Je crains qu'il vienne. Vienne subjonctif فعل venir به معنی آمدن. حالا چه شما این نوع رو بذارید و چه نذارید، در ترجمه و معنی جمله هیچ تغییر ایجاد نمی کنه. Je crains qu'il ne vienne. Je crains qu'il vienne. خب با صفت این دو فعل هم آشنا بشین. Peur. 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 و peureuse به صورت مؤنث. Peur. Peureuse. Craintif. Craintif. و craintive. Craintive. ترسو و بیمناک. اگزامپل: C'est un peur. C'est un peur. C'est un peur. اون یک بزدله، ترسوه. Il n'habite pas seul car il est peureux. Il n'habite pas seul car il est peureux. Il n'habite pas seul car il est peureux. تنها زندگی نمی‌کنه چون ترسوه. Il est peureux. Il allait se cacher dans un coin tout peureux. Il alla se cacher dans un coin tout peureux. اون رفت تو یک گوشه‌ای پنهان شد. خیلی ترسو، ترسیده بود و خیلی بیمناک بود. خب اینجا ساختار پس سمت رو می‌بینید. الله از فعل الله هست. رفت، سوکشه پنهان شدن، مخفی شدن. کوان یعنی یه گوشه‌ای. و تو پرو در واقع اینجا بیمناک، گوشه‌ای رفت، پنهان شد. خب هدف من از آوردن جمله سوم اینه که شما در تکست‌های نوشتاری به همین صورت می‌بینید و بتونید برای درک مطلب یک مفهومی از جمله تو ذهنتون نقش ببنده. Il alla se cacher dans un coin tout peureux. خب صفت terrible. Terrible. بچه نگید تریبل، چون ما دو تا اغ داریم. Terrible. Terrible. به این ترتیب یعنی وحشتناک، مخوف، هولنگیز. اگزامپل: J'ai eu une enfance terrible à Paris. J'ai eu une enfance terrible à Paris. J'ai eu une enfance terrible à Paris. Il y a une mesole. Nous laissons un terrible héritage aux générations montantes. Nous laissons un terrible héritage aux générations montantes. ما میراثی وحشتناک رو برای نسل‌های بالادستی به جا می‌ذاریم. لسه یعنی به جا گذاشتن. خب بچه، تقیبل از اون صفتهایی نیست که قبل از اسم قرار بگیره. اما چرا اینجا شما قبل از اسم میبینید؟ بعضی از صفتها به این ترتیب هستن که اگر قبل از اسم قرار بگیرن، در واقع شما یک بار معنای زیادتری به جمله میدید. یعنی ما اینجا در واقع
تکیمون روی وحشتناک و مخوف بودن این میراث هست. به این ترتیب قبل از اریتاج اومده. نولسون ان تریبل اریتاج او ژنراسیون مونتانت، برای نسل‌های بالادستی ما یک میراث وحشتناکی قرار میدیم و گذاشتیم. لافریور به معنی ترس، بیم و وحشت هست. اگزامپل: ژی ای لافریور دو ما وی. ژی ای لافریور دو ما وی. بزرگترین دلهوری زندگیم رو تجربه کردم. ببینید، یک ساختاری که در زبان محاوره استفاده میشه، شاید شما با ترجمه لغت به لغت به یه همچین معنی نرسید. پس لافریور اینجا به معنی دلهور است، یعنی ترس زیاد، وحشت زیاد. و اما افخوز یعنی زشت، موهش. افخوز ال افخوز avec cette coiffure. Elle est affreuse avec cette coiffure. Elle est affreuse avec cette coiffure. با این آرایش وحشتناک یا ترسناک به نظر میرسه. Elle est affreuse avec cette coiffure. Deuxième exemple. Les humains commettent sans cesse des actes affreux. Les humains commettent sans cesse des actes affreux. انسان‌ها مرتکب میشند بی‌وقفه اعمال وحشتناکی رو. Act affreux، اعمال وحشتناک، کارهای زشت. و commettre یعنی مرتکب شدن. کمتر لزیمان یعنی به صورت کلی بشریت، انسانها، آدمها. سنکیته یعنی دلواپس شدن و مضطرب شدن. این فعل دو ضمیر است دیگه، درسته؟ اگزامپل: Je m'inquiète pour ton avenir, Charles. برای آیندت نگرانم، دلواپسم، شارل. Je m'inquiète pour ton avenir, Charles. Deuxième exemple. Parfois, je m'inquiète pour ce monde si troublé. Parfois, je m'inquiète pour ce monde si troublé. Parfois, je m'inquiète pour ce monde si troublé. گاهی اوقات نگران میشم برای دنیای این چنین آشفته. خب، از فعل سنکیته ما دو تا صفت داریم. اولین صفتمون انکیه و به صورت مؤنث انکیت، مضطرب، پریشان و دلواپس. انکیت. و در واقع صفت فاعلی هم داریم، انکیتانت، استراب آور و نگران کننده. اگزامپل: Je me demande ce qui ne va pas chez lui. Il a l'air inquiet. Je me demande ce qui ne va pas chez lui. Il a l'air inquiet. از خودم میپرسم که اون چه مشکلی داره. به نظر نگران میرسه. Avoir l'air، به نظر رسیدن. Je me demande، سو دمانده، از خود پرسیدن. اصطلاح اکسپرسیون ce qui ne va pas، چه مشکلی حالا شلوی اون داره، یا سوکینو و پا شنو، چه مشکلی ما داریم. سوکینو و پا شوو،
چه مشکلی شما دارید. این دوستان ساختار یک اصطلاحی هست که در زبان محاوره‌ای و نوشتاری هر دو بسیار استفاده میشه، پس یاد بگیرید. من از خودم میپرسم چه مشکلی داره که نگران به نظر میرسه. اواغلق به نظر رسیدن، انکیه مستره پریشان و دلواپس. دوزیم اکسامپل، لتودیانت ات انکیت پور سون اگزامن می ال لا ریوسی. لتودیانت ات انکیت پور سون اگزامن می ال لا ریوسی. لتودیانت ات تانکیت پور سون اگزامن می ال لا ریوسی. دانش آموز نگران و مضطرب بود برای امتحانش، اما در اون موفق شد. ریوسیر موفق شدن، ریوسیر کلکو شوز موفق شدن در چیزی، یعنی در واقع ضمیر مفعولی مستقیم میگیره. اون ال اپاستروف یعنی لگزمن یعنی امتحان. ال لا ریوسی در اون موفق شد. خب دوستان عزیزم، چطور بود؟ از ترس و وحشت و هراس و ناامیدی امیدوارم که همیشه به دور باشیم، اما این صفات و این فعلها و این اسامی رو یاد بگیرین، چون میدونم بسیار بسیار به دردتون میخوره، چه در تکست های اکوت، چه در تکست های نوشتاری و چه در تکست های مفهومی که شما باید مفهوم جمله رو متوجه بشین. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. لطفاً لطفاً لایک و کامنت رو هیچ وقت فراموش نکنید. لطفاً در مورد کانال به دوستانتون اطلاع رسانی کنید تا در واقع باعث دلگرمی و حمایت ما سازندگان این ویدیوهای بسیار طاقت فرسا بشید و ما امیدی داشته باشیم که ادامه بدیم و این کانال رو برای شما پرپر و پیمون کنیم. مرسی به کودوانس. آقواغ لسانس پوشن.